سلام، وقتتون بخیر باشه دوستان. امروز میخوایم در مورد انتخاب کردن یه تار خوب یه سری توضیحات رو به شما بدیم و با هم یه سری نکات رو بررسی کنیم. اولین نکته ای که برای انتخاب یه تار شما باید در نظر بگیرید اینه که ببینید آیا این ساز خوب کوک میشه یا نه. ببینید این تارم تقریبا تازه دست من رسیده، میخوام چکش کنم. فکر کنید که شما کنار من نشستید و من میخوام یه تار رو چک کنم. اول کوکش میکنم ببینم به چه صورت کوک رو میگیره. خیلی اذیت نشدم برای کوک کردن این ساز، گرچه خورده گوشه صدا زیاد میداد و میتونست به سر باشه. دوم اینکه سیما بچه ها باید جفت باشن، یعنی شما وقتی ساز رو کوک میکنید دو تا سیمای تار جفتی هستن دیگه، این دو تا سیم باید یه صدا رو بدن. ببینید مثل این، برای همه سیما، برای سیم سول و جفت سیم با. حالا اگه میگم یه صدا رو نده یه همچون حالتی میشه. تار نباید به این صورت این اتفاق برش بیفته وقت دقیق خوب کردید. بعد اینکه اولین کاری که ما میکنیم اینه که بالا دسته ساز رو امتحان میکنیم، بعد میان دسته، بعد بیاییم پایین دسته ساز رو امتحان میکنیم. برای مثال ما یه ملودی رو بالا دسته میزنیم، بالدسته این ساز جواب میده، ولی خب از بالدسته مهمتر پایین دسته سازه، که پایین دسته ساز هم باید کامل جواب بده و میگم صداش فالش نشه. و در تقارن باشه با بالدسته ساز. پایین دسته این سازم کامل جواب میده. بعد میریم سیم دو. کمتر سازی هست که سیم دو دوش کامل جواب بده و سازه حرفه‌ای هستن انگوش گذاری روی سیم دو لذت بخشه و شنونده رو اذیت نمی کنه. خب که من روی سیم دو شلوغم که ساز میزنم صدای ساز خراب نمیشه. میبینید؟ صدا تو هم نمیریزه و صدای سیم سول بین بقیه سیما گم نمیشه. و پایین دسته سیم سول هم باز خیلی مهمه. میگم پایین دسته این سازم سیم سولش کامل جواب میده. بعد در آخر سیم بم سازم باید شفاف جواب بده. بازم سیم بم سخت‌تر داخل
ساز جواب میده. فالچی نداره و جواب میده. بعد اینکه شما وقتی میخواید شلوغ هم ساز بزنید، صدا ساز نما بریزه به هم و خراب بشه. مثلا کلن هارمونی که داخل ساز هست من دوستش دارم، خوشم میاد ازش. بعد نکته دیگه بچه سازه حرفه‌ای میتونید رنگ و حالت مختلف صدایی درشون ایجاد کنید. یعنی شما یه ساز رو وقت بالا رو مضراب میزنید تا پایین رو مضراب میزنید و این تفاوت صدایی کاملا حس بشه، ولی خب داخل سازهای مشقی این اتفاق نمیفته. میریم امتحانش میکنم روی ساز. مثلا من اینکه شما میخواید مثلا چهار مضراب بزنید رو پایه مختلف، میخواید مضراب بگیرید، صدای سیمی که شما درش ملودی رو میخواید اجرا کنید نباید از بین بره یا اون بشه داخل کل قطعه. مثلا چهار مزراب هم قشنگ الان جواب داد این ساز، مشکلی براش پیش نیومد. بعد اینی که ما ساز رو فقط حالا دو سول دو دو کوک نکنیم بزنیم، بیایم کوکای دیگه ساز هم امتحان کنیم. مثلا همین ساز الان کوکش دو سول دو دو هست، خب دو سول دو دو میام ساز رو کوک رو میکنم دو سول ره ره. Thank you.
گاهی دیگه هم باید اون حس و حال صدای تار رو بده، نه اینکه مثلا ما کوک ساز رو تغییر بدیم حس و حالش به هم بخوره. الان میخوام ساز کوک دو فا دو دو کوک کنم. امیدوارم که این ویدیو بچه ها برای شما مقبول واقع شده باشه. حالا من دیگه در مورد جنس متریال ساز این قسمت خیلی صحبت نکردم، بیشتر در مورد خود صداگیری ساز با شما صحبت کردم که به چه صورته، و حالا یه جلسه دیگه در مورد متریال ساز هم صحبت میکنم.